دکتر بونی جینکینز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور کنترل تسلیحات و امنیت ملی، یک سفر 8 روزه به اروپا را از امروز آغاز کرد. او امروز در پاریس در نشست سران گروه 5 که تا جمعه ادامه دارد شرکت می کند. وی از 5 تا 7 دسامبر نیز در بروکسل خواهد بود تا در مورد مسائل کلیدی منع اشاعه خلع سلاح با مشاوران ناتو گفتگو کند. فردا 5 شنبه وزرای خارجه روسیه و امریکا در استکهلم یکدیگر را ملاقات می کنند. بحران در مرز روسیه و اوکراین بیشک موضوع اول این ملاقات خواهد بود. همانطور که می دانید دور تازه از مذاکرات احیای برجام از روز دوشنبه در وین آغاز شده و این بار آن سوی مذاکره کننده می خواهد بداند حکومت با همه نیاز و فقر اقتصادیش چگونه و تا چه حد در گفته هایش جدی و صمیمی است. ظاهراً از دیروز پرسش ها به مسائل پیچیده فنی و پنهانکاری ها نظر دوخته است. دیپلمات ها می گویند انتظار کافی است. از 5 شنبه شب سفر کوتاه 48 ساعته آقای مکرون به 3 کشور منطقه امارات، قطر و عربستان سعودی آغاز می شود. این سفر تا اندازه سیاسی و از جمله اهداف اقتصادی را همزمان دنبال می کند. در این سفر وزرای ارتش، اقتصاد و خارجه آقای مکرون را همراهی می کنند. در ارتباط با ایران آقای مکرون با آقای لپید وزیر خارجه اسرائیل نیز ملاقات کرد. بر کسی پوشیده نیست که دلیل سفر وزیر خارجه اسرائیل موضوع پرونده هسته ایران است که روز قبل آن به لندن بود و بعد به پاریس. محافل نزدیک به منابع خبری میگویند اسرائیل باور دارد که امریکا میخواهد بیشتر تحریم‌ها را از میان بردارد. نخست وزیر اسرائیل آقای بنت روز یکشنبه به این موضوع اشاره کرد که امریکا میخواهد میلیاردها دلار دارایی‌های ایران را به جمهوری اسلامی بدهد. آغاز نمایش آخرین فیلم آقای رسولوف شیطان وجود ندارد که خرس طلایی جشنواره برلین را نصیب خود ساخت، رسانه‌های فرانسوی را به واکنش‌های مثبت به این فیلم واداشته است. در میان ده‌ها مقاله تایید در نشریات فرانسه، این جمله از نشریه معتبر تلراما با عنوان محمد رسولوف سینماگری که با خنده به ملاها به چالش آمده است. در خبرهای دیگر شمار مبتلایان به ویروس جدید کرونا و مهمتر بستری شدن 1700 نفر در بخش درمان ویژه نگرانی تازه فرانسه است. در این ارتباط ژاپن پروازهای بین المللی را به سمت مرزهایش ممنوع کرد. آقای جو بایدن میگوید که امریکا پس از بستن مرزهایش به روی 8 کشور افریقایی هر هفته روند پیشرفت این ویروس را دنبال می کند. در پاریس شهردار خانم ایدالگو میدانی را به نام مبارزان راه درمان با بیماری ایدز یا سیدا افتتاح کرد. فقر و گرسنگی با آمدن طالبان در افغانستان بیداد می کند. خبرگزاری فرانسه در گزارش مفصل خود از کودکی 2.5 ماهه می گوید که فقط 2 کیلو وزن دارد. یونیسف بخش کودکان سازمان ملل می گوید بیش از 3 میلیون کودک زیر 5 سال جانشان در افغانستان در خطر است. مردان بسیاری برای درآمد ناچیز به صورت روزمزد به ایران هجوم آوردند. آمار دقیق می گوید 9000 فامیل به دلیل فقر و جنگ از هرات گریختند. شمار فروش کلیه در افغانستان آنگونه که آمار نشان می دهد از تعداد 150 هزار نفر گذشت. در این میان وضعیت زنان و نیز روزنامه‌نگاران هم در حکومت طالبان قابل توجه است. Sa cause était l'universalisme, l'unité du genre humain, l'égalité de tous avant l'identité de chacun. و در پایان مراسم انتقال پیکر جوزفین بیکر، خواننده سیاه‌پوست امریکایی که در زمان جنگ جزو نهضت مقاومت ملی فرانسه بود،
فرانسه را وطن دومش می دانست و مبارزه با نژاد پرستی و برابری انسانها را جستجو می کرد. به مکان معتبر پانتئون خبر دیشب بود که با حضور آقای مکرون انجام گرفت. در حال حاضر در پانتئون فقط 6 زن حضور دارند.